از خداوند عفوکننده و آمرزگار. و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه و من یخرج من بیته مهاجرا الى الله و رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. و هر کی بگذارد وطن خود را در راه خدا می‌یابد در زمین موازی بسیار و کشایش، و هر کی بیرون رود از خانه‌اش اجرت کنان به سوی خداوند و پیغمبرش، پس دریابد او را مرگ و تحقیق ثابت شده ثواب وی بر خداوند و از خداوند آمرزگار و مهربان. و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. و هنگامی که سفر کنید در زمین، پس نیست بر شما گناهی که قصر کنید از نماز، اگر بترسید که ایزا رسانیده به شما کافران، ار آینه کافران هستند به شما دشمن آشکارا. و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. به هنگامی که باشی در میان آنها، پس برپا داشتی بر ایشان نماز را، باید بایستن گروهی از ایشان با تو و باید بگیرن سرایشان را، پس چون سجده کنن نمازگزاران برون از ورای شما در مقابل دشمن و باید بیاین گروهی دیگر که نماز خواندن، نماز بخوانن با تو و بگیرن احتیاط خود را و سرای خود را. دوست دارن کافران که به یک نوی غافل شوید اگر سرایتان و اسبابتان، پس حمله کنند بر شما یک بارگی، و نیست گناهی بر شما اگر باشد بر شما رنجی از باران یا بیماری باشد، که بنهید سرای خود را و بگیرید احتیاط تان را. فایده: اگر خوف دشمن مجال ندهد که نماز خوف به صورت مذکور ادا شود بدون جماعت و تنها نماز گذارند، اگر فرصت پیاده شدن نباشد در حال سواری به اشاره نماز بخوانند، و اگر چنان نیز نتوانند نماز را قضا کنند. ار آینه خداوند آماده کرده بر کافران عذاب ذلت آورد. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. و هنگامی که ادا کردید
نماز را. پس یاد کنید خدا را استاده و نشسته و بر پهلوی خیش. پس چون ایمن شدید از خوف، برپا دارید نماز را. ار آین نماز است بر شما فرض در وقت مقرر آن. تفسیر: چون خوف برداشته شود، اطمینان پدید آید، نماز را با خشوع قلب و تعدیل ارکان و رعایت شروط و محافظ ادب برپا دارید، چنان که در حال امن می‌خوانید. اجازت حرکات زاهد خاص در حالت خوف می باشد. نماز در وقت معین فرض است. در سفر و حضر در حال اطمینان و خوف در وقت معین خوانده شود، نه اینکه هر وقت بخواهید بخوانید. خداوند درباره نماز ضبط و تعیین کامل می فرماید که در حضر چگونه خوانده شود و در سفر چگونه، در حال خوف چگونه و در حال اطمینان چگونه خوانده شود و باید در هر حال به آن پابندی شود. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. وسستی مکنید در طلب، یعنی کافران. اگر شما دردمند شوید، پس ایشان نیز دردمند می شوند. چنانچه شما دردمند می شوید و شما امید دارید از خداوند آنچی را امید ندارند، و از خداوند دانا و با حکمت. تفسیر: یعنی در جستجو و تعقیب کفار از همت کار بگیرید و تقصیر مورزید. اگر شما در نبرد آنها مجروح می شوید، آنها نیز مجروح می گردند. شما در آینده و بارگاه الهی جلال شانه امید دارید و آنها از این اعمال بی نصیب، یعنی در این جهان پیروزی بر کفار و در آن جهان اعراض ثواب عظیم خداوند، مصالح و اعمال شما را می داند. هرچی فرماید در آن منافع بزرگ و حکمت هاست. امتثال فرمان او را در دین و دنیا غنیمت و نعمت بزرگ شناسید. اینا انزلنا الیک الكتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. ار آینه فرو فرستادیم بسوی تو کتاب را براستی تا حکم کنی میان مردم به آنچی دانانند تو را خداوند، و مباش از طرف دغابازان خصومت کننده، و آمرزش بخواه از خداوند. هر آینه خداوند هست آمرزنده و مهربان. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. و جدال مکن از طرف کسانی که دغا میکنند با خیشتن. ار آینه خداوند دوست نمی دارد کسی را که باشد دغاباز و گناهکار. یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول و کان الله بما یعملون محیطا. می شرمند از مردم و پنهان می دارند خیانت را، و نمی شرمند از خداوند الان که خداوند با ایشان است. وقتی که به شب مشوره می کنند،
آنچه خدا نبی پسندد از سخن و از خداوند و آنچه می کنند احاطه کننده. ها انتم ها اولئی جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا فمن یجادل الله عنهم یوم القیامة ام من یکون علیهم وکیلا. آگاه باشید شما ای قومی که جدال کردید از طرف آنها در زندگانی دنیا، پس کیست که جدال کند با خداوند از عوضشان روز رستاخیز، یا کیست که باشد بر ایشان کارساز؟ و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. و هر کی گناه کند یا ستم کند بر خود، پس آمرزش طلبد از خداوند، مییابد خدا را آمرزگار و مهربان. و من یکسب اثما فانما یکسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. ورکی کند گناهی جز این نیست که میکند آن را بر خود و از خداوند دانا و با حکمت، و هر کی کند خطا یا گناه پس تهمت بندد به آن بر بیگناهی و تحقیق برداشت بر خود بهتان و گناه آشکار. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. و اگر نمی بود فضل خداوند بر تو و رحمت او، ار آینه قصد کرده بودند گروهی از ایشان که از راه بگردانند تو را و در ضلالت نمی افکندند مگر خیشتند را و نمی رساندند زیانی به تو چیزی، و فرو فرستاده خداوند بر تو کتاب و حکمت و آموخته به تو آنچی نمی دانستی و از فضل خداوند بر تو بزرگ. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. نیست خیری در بسا از مشورهایشان مگر آنگاه که حکم کرده و صدقه دادن یا کار نیک کردن یا آشتی افگندن میان مردم، و هر کی کند این کار به طلب رضای خداوند پس زود دهیمش مزد بزرگ. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصیرا. و هر کی مخالفت کند با پیغمبر پس از آن معلوم شود به وی راه راست و پیروی کند راه را که خلاف راه مسلمان است، حواله کنیم او را به آن طرف که اختیار کرده و در آریمش به دوزخ و به مرجع است دوزخ.
ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ار آین خداوند نمی آمرزد آن را که شرک آرد بر وی و می آمرزد سوای شرک کس را که خواهد. تفسیر: جرائمی که فروت از عرش شرک است از هر کی باشد چون خداوند جلال شانه بخواهد می بخشد، مگر شرک که هرگز آن را نخواهد بخشید. عذاب مشرک مقرر است. دزدیدن و تهمت بستن اگرچه گناهی کبیره است، اما احتمال می رود که خداوند جلال شانه به فضل خیش دزد مذکور را می بخشد. ولی هنگامی که از حکم پیغمبر گریخت و در جرگه مشرکان شامل گردید، احتمال مغفرت او نیز برداشته شد. فایده: شرک منحصر به پرستش غیر الله نیست. برخلاف حکم خداوند جلال و شانه، حکم دیگری را پسندیدن نیز شرک است. هر کی انباز گیرد به خداوند، پس ار آینه گمراه شده دور افتاده به گمراهی دور. تفسیر: دور افتادن برای آن که از خداوند جلال و شانه آشکارها منحرف شدن و مقابل خدای دیگری را معبود قرار دادن و سراپا مطیع شیطان گردیدن، از اطاعت و رحمت الهی جلال و شانه استغفار ورزیدن. کسی که این قدر دور افتاده باشد چگونه مستحق رحمت و مغفرت شده می تواند؟ إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. نمی پرستن جز مگر زنان را و نمی پرستن مگر شیطان سرکش را، لعنت کرده او را خداوند. تفسیر: مشرکان که جز خداوند جلال و شانه دیگر را معبود خود قرار داده اند، یعنی بتانی را که به نام زنان موسوم کرده، مثل غزی، منات، نائله، در حقیقت شیطان را که سرکش و رانده خداست می پرستند و شیطان آنها را فریب داده این امر را بر آنها اجرا کرده است. پرستش بتان در حقیقت اطاعت و خوشنودی شیطان است. و گفت شیطان: البته می گیریم از بندگان تو عصه مقرر. تفسیر: انگامی که شیطان بنابر نکردن سجده ملعون و مردود شده، گفته بود سرمایه من تاراج رفت، مگر من از میان بندگان تو از اولادای آدم مقدار معلوم، یعنی قسمت زیادی را گمراه میکنم و با خود به دوزخ میبرم. ولأضلنهم ولأمنینهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. و البته گمراه میکنیم ایشان را و امیدوار میسازیم ایشان را و میفرماییم ایشان را که بشکافند گوشهای چارپایان را و تعلیم میدیم ایشان را تا تغییر دهند صورتهای آفریده خدا را. تفسیر: کسانی را که در حصه من می آیند از راه حق منحرف می سازم و در قلوبشان آرزوهای حیات
و خواهشات دنیوی و انکار قیامت و حساب و کتاب آخرت را القا می نمایم و آنها تعلیم می دهم که گوش های حیوانات را شق کرده بنابر بتان واگذارند، صورت های را که خداوند جلال و شانه آفریده و اصول را که وی مقرر داشته تبدیل دهند و ارکی بگیرد شیطان را دوست از غیر خداوند و تحقیق زیان کرده زیان حاضر. یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. وعده می دهیم ایشان را و امیدوار می سازیم ایشان را و وعده نمی دهیم با ایشان شیطان مگر فریب. این گروه جایشان دوزخ است و نمی یابند از آنجا گریزگاه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وكسان راكي ایمان آوردن و کردن کارهای شایسته، زود درائم ایشان را در باغهای کروان است از زیر آن جویها جاوید باشند در آن همیشه و پیمان خدا راست است و کیست راستر از خداوند در گفتار. لیس بی امانیکم ولا امانی اهل الكتاب من یعمل سوء ان یجز به ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. نه مدار امر به آرزوهای شماست و نه به آرزوهای اهل کتاب. هر کی کند کار بد جزا داده می شود برای و نمی یابد به خود غیر خدا حامی و نه مددگار. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. و هر کی کند از کارهای شایسته مرد باشد یا زن، الان که او مسلمان باشد پس آن گروه می درآیند در بهشت و ستم نمی شود.